در خبرها آمده بود شبکه ماهواره فارسیوان قصد دارد سریال های ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان آماده کند. در ادامه بخش هایی از فیلمنامه یک قسمت از یکی از این سریال ها را با هم میخوانیم. زن و مرد سریال بسیار عاشق هم هستند که ناگهان مرد در اثر تصادف میمیرد. زن تا آخر عمرش دیگر ازدواج نمی کند تا اینکه زن یک روز مرد را آن طرف خیابان با یک زن دیگر میبیند. دلش میشکند و خیلی گریه میکند. اتفاقا ماه رمضان هم هست و چون خیلی گریه میکند و روزه هم هست از شدت ضعف قش میکند. مرد میدود و او را از زمین بلند و بغل میکند. در این لحظه کل خاطرات شیرین گذشته یادش میآید، یاد مرد میآید و از کارهای خودش پشیمان میشود. زن دیگرش که این صحنه را میبیند، زن دیگرش که این صحنه را میبیند از شدت عصبانیت تا میآید بیاید این طرف خیابان، ناگهان اتوبوسی به او میزند و او مثل رب گوجه کف خیابان له و پخش میشود. کیفش روی زمین می افتد، کیف زن دومه، کیفش روی زمین می افتد و از داخل کیفش یک عکس دو نفره از زن در کنار مرد دیگری بیرون می افتد و مرد می فهمد که زن دومش به او خیانت کرده است. مرد در این افکار غوطه‌ور است که ناگهان زن اولش هم در دستهایش از شدت گرسنگی و ضعف می میرد و مرد ناگهان می فهمد که چوب خدا صدا ندارد. ناگهان صدای اذان پخش می شود و مرد با حالت عرفانی و روحانی وارد خانه زن سومش می شود. مرد چون آدم بدی بوده، مرد و زن سومش که هیچ کدام روزه نبوده اند در حال خوردن افطار و تماشای سریال های موقع افطار هستند که ناگهان پای مرد به چیزی زیر میز میخورد و صدای آخ از زیر میز شنیده میشود. مرد رومیزی را کنار میزند و میبیند که دوست قدیمیش زیر میز قایم شده است. در همان لحظه کاسه حلیم را روی سر زن سومش خالی میکند. زنش از شدت جراحت و سوختگی میمیرد. دوست قدیمیش را هم از پنجره به بیرون پرتاب میکند و بقیه افطارش را میخورد. بعد از خوردن افطار مرد مشغول دیدن سریال ماه رمضان است که ناگهان صحنه ای از فیلم او را متحول میکند و عشق از چشمانش سرازیر میشود. در همان لحظه گوشی تلفن را بر میدارد و به موبایل همسر چهارمش زنگ میزند و کل ماجرا را برایش تعریف میکند. همسر چهارمش که در حال خوردن افطار با رئیسش در خانه آقای رئیس است با شنیدن ماجرا سکته میکند و میمیرد. مرد که بسیار ناراحت است به سراغ مرد همسایه که آدم خوب و مؤمنی هست میرود تا از او کمک بگیرد و از او بخواهد که برایش دعا کند، ولی مرد همسایه خانه نیست و خانم همسایه از او دعوت می کند که داخل خانه برود و با هم در فضایی صمیمی و معنوی صحبت کنند. در این لحظه تیتراژ پایانی این قسمت از سریال با صدای یک نفر که صدای شبیه احسان خواجه امیری است پخش می شود. متشکرم.